انجمن پادشاهی ایران هوشنگ شب یلدا. من به یکی از این برنامه هایی که در ارتباط افتخارات ایران سربلندی این سرزمین هست گوش میدم. جوربختانه ابزاری رو در دست ندارم که این فیلم رو برای شما هم به نمایش بذارم. آهنگ بسیار دلنشین و به همراه این آهنگ دلنشین من درود میگم به کسی که این برنامه رو روی یوتیوب گذاشته. سپاس من بر شما. همراه این آهنگ بسیار دلنشین زنان سربلند این سرزمین رو نشون میده، کسانی مانند آزرمیدو، این پادشاه خردمند ایران، توراندو، پادشاه دیگر این سرزمین، شیرین، همسر خسرو پرویز، رکسانا، آپرانیک، آرتمیس. به ایران سوگند که این زن، من موقعی که آرتمیس رو میبینم که الان تصویر جلوی من هست، به ایران سوگند که من سرفرازتر و سربلندتر از زمانی هستم که کوروش رو میبینم. به ایران سوگند موقعی که من پانتئا رو میبینم سربلندتر و سرافرازتر از زمانی هست که خسرو پرویز رو میبینم، زیرا آرتمیس مادر این سرزمینه. زیرا آرتمیس مادر این زنانی که امروز در خارج از میهن با سرفکندگی سرگرم پختن شله زرد هستند هست. چه بر سر دختران تو آمد، چه بر سر فرزندان نر تو اومد آرتمیس، که این گونه سرفکنده و این گونه در واقع در مقابل دشمنان ایران پشت خم کردند. چه بلایی به سر این سرزمین اومد. به ایران سوگند، به فولادوند سوگند، به فردوسی، به زرتشت سوگند که هرچه که شما سرفکنده تر و بی شخصیت تر و بی هویت تر در سرزمین بیگانه زندگی کنید به شما کمتر اعتبار داده میشه، کمتر برای شما ارزش قائل هستند مردم دنیا، خردمندان دنیا، حتی رهبران دنیا. به ایران سوگند که به شما پشیزی بهانه میدن، چون شما کسی نیستید، شما هویتی ندارید، شما برده هایی بودید که در سرزمین ایران 1400 سال زیر و یوغ تازی، تاتار و مغول و ترک زندگی کردید. شما کسی نیستید، شما لیاقت فولادوند رو نداشتید. شما به ایران سوگند که لیاقت هوشنگ رو ندارید، چی فکر کردید؟ گفتم که من همه زندگیم رو دویدم، شما چه کردید؟ گفتم که من همه زندگیم رو عشق به میهن دارم و داشتم. گفتم که هر جا که هر کاری بتونم برای بازپسگیری سرزمینم میکنم.
گفتم که با هیچ کس سازگاری ندارم. گفتم از کسی وحشتی ندارم. گفتم که من جمهوری اسلامی رو آرام نخواهم گذاشت. شما چه میکنید؟ شما که هستید؟ شما مشغول چه کاری هستید؟ میخواهید این سرزمین رو باز پس بگیرید یا نه؟ میخواهید دوباره مثل انسان زندگی کنید یا نه؟ میخواهید در کنار هموطنانتون سربلند و خوشنود زندگی کنید یا نه؟ میخواهید که هموطنانتون رو از زیر تیغ بیگانه در بیارید یا نه؟ میخواهید فرزندان اون سرزمین رو که روزانه به تیغ جلاد و جلاد دیگه، سم سفید، جلاد سفید، هروئین و مواد مخدر سپرده میشن برای اینکه جان و رمقشون رو بگیرن، میخواهید رها کنید یا نه؟ میخواهید در سرزمینی زندگی کنید که اگر بیکار شدید حقوق بیکاری داشته باشید و از آن و از نان خودتون بخورید و از کار و از همت خودتون بخورید، نه صدقه دیگران رو؟ میخواهید یا نه؟ میخواهید که زمانی که بازنشسته شدید از حقوق بازنشستگی خودتون، از دارایی خودتون و سرزمینتون زندگی کنید یا نه؟ یا میخواید صدقه سر دیگران رو، صدقه مبارزات دیگران رو بخورید؟ میخواهید سرزمین خودتون رو آباد کنید؟ میخواهید که بدن شما خاک سرزمین ایران رو تشکیل بده؟ یا میخواهید که در سرزمین بیگانه گمنام بمیرید؟ میخواهید در ایران به خاطر آورده شوید یا در جهان فراموش شوید؟ چه میخواهید؟ من سخنم رو به ملت ایران است. من و فولادوند به ایران سوگند که دست از خردمندان و روشن فکران این سرزمین شستی. کسی نیست، کسی نیست که برای شما ملت مبارزه کنه. هیچ کس کسی برای کسی مبارزه نمی کنه، مگر اینکه تخم کوروش باشه. کسی نیست، یافت نمیشه چنین تخمه ای. کم هست کسانی مانند بابک خرم‌دین، بسیار کم هست. پلنگ تنها کم هست آدم مثل فولادوند، پلنگ تنها. من امید من اینه که ملت ایران رو برانگیزم برای بازپسگیری سرزمینش. هوشنگ چیزی از اون سرزمین نمیخواد، به ایران سوگند. حتی خانه نمیخواد هوشنگ. هوشنگ پیمان بسته که در چادر زندگی کنه مانند نیاکانش. من از عشایر ایران هستم. من خرسند خواهم بود که در سرزمین خودم در چادری زندگی کنم و در کشورهای بیگانه در قصر زندگی نکنم، به شرف و به راستی و به نیکی و به زرتشت سوگند، به ارزش‌های والای این سرزمین سوگند، به سربلندی هشایار شاخ سوگند که من حاضرم در چادری در سرمای زمستان زندگی کنم و خاک میهنم رو روزانه ببوسم. روزانه هوای خودم رو تنفس کنم.
روزانه در کنار ملتی بیستم که میتونند یادآور ایران بزرگ و ایران سربلند باشند. من میخوام که شما هموطنان خارج از میهن به خودتون بیایید.